در مسیر دعوت اگر شهید شدی، در مسیر دعوت مثل علمایی که در افغانستان در مسیر دعوت شهید شدن، این سبب رضای الله است. اینهایی که رفتن زحمت کردن، شب و روز گریه می کردن، ولی آخر امر مرمی را نثارش کردن، مرمی را تحفه برایش دادن، الله رب العزت و الجلال از اینها راضی هست روز قیامت. حرام ابن ملحان میگه من از جای خود بلند شدم. این بزرگوار شروع میکند به دعوت دین. ای مردم بیایید، قول لا اله الا الله. ای مردم بگوین لا اله الا الله که رستگار بشوید. در همین اثنا از میان قوم کسی بلند میشود، از پشت سر حرام ابن ملحان میآید، با نیزه‌ای که به دست خود دارد چنان محکم به پشت حرام رضی الله تعالی عنه میزند که از سینه اش بیرون میشه. میبیند که خون فواره میکند از سینه اش. این خونها را به دست خود میگیرد، به صورت خود میمالد، میگه الله اکبر، فزت و رب الکعبه، رستگار شدم، کامیاب شدم، به پروردگار کعبه قسم است. شاید اگر همین شانس به حیات الدین صاحبی رحمت الله علیه هم میرسید که میتوانست حرف بزنه، شاید میگو فزت و رب الکعبه. اگر به عیاض نیازی همین چانس برابر می شود همین جمله را می گفت. عزیز من، در مسیر دعوت اگر شهید شدی رضای الله را به دست آوردی. حمله کردن 70 تا قاری را شهید، 70 تا گلهایی که پیامبر از چمنزارها چیده بود همه را پر پر کردن. پیامبر از حالت اینها بیخبر است. جبریل امین می آید به محضر حضرت رسول خدا، عرض می کند یا رسول الله، یارانت را شهید کردن، دعوتگران دین تو را شهید کردن، گلهای تو را شهید کردن. از بیان حق از هیچ چه نترس. هر روز شایعه می شه در صفحات احمد فیروز کشته، احمد فیروز شهید کردن. ما را از این می ترسانه؟ از شهادت در راه الله و انتظار می کشیم کی می آید؟ کی می آید؟ از شهادت ترس نکن. ایضا قال الله تبارک و تعالی فی شأن حبیبه و نبیه مخبرا و آمرا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان عزيز، برادران و مسلمانان متدین، خواهر و مادری که وسیلتا آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحال و خرسند هستم که باز هم در محضر شما مخلصان و محبان دین قرار گرفتم. الله را با این من و فضل و احسانش بی نهایت سپاسگزار و شکرگزار هست و جا دارد که عاجزانه استدعا کنم از درگاهی حضرت حق سبحانه و تعالی که الله رب العزت و الجلال به هر قدم شما عزیزان، جوانان، محاسن سفیدان عزیز که از راه های دور در این معبدگاه الهی تشریف فرما شدین، به هر قدمتان رب العزت و الجلال اجر و پاداش بزرگ نصیب شما بگرداند. سروران من، عزیزان گرامی،
اگر من بپرسم از شما که شما دنبال چی آمدین، جوابتون چی است؟ دنبال چی آمدین؟ دنبال هدایت. چی گفتی برادر؟ دنبال رضای الله. همه ما دنبال رضای الله هستیم که الله از ما راضی شد. به خاطر همین که همه ما در طلب این رضا هستیم، من هم موضوع صحبت را جور کردم چگونه رضای الله را به دست بیاوریم، چگونه رضای الله را به دست بیاوریم. حتی هندویی که در معبد خودش عبادت میکند، اگر پرسیده شود برای چی این همه زحمت میکشی، میگه رضای الله را به دست بیاورم. اویی که بت پرستش میکنه یقین داره که خالق در این جهان وجود دارد، ولی اون را به الله شریک مقرر میکنه. اگر از یهودیان پرسیده شود که در طلب چی هستین، میگه رضای الله. اگر از عیسویان پرسیده شود در طلب چی هستین، میگه رضای الله. ولی چی کسی به معنای واقعی رضای الله را به دست می آورد؟ یک شعار است، همه شعار دارند که ما انسانیم، ولی اگر از دید منطق و قضاوت ما و شما بررسی کنیم، کفار امروزی را می بینیم که اینها فقط غلاف انسانند، نه خود انسان. امروز مدعیان زیادند در این دنیا، ولی اینکه چی کسی بنده واقعی الله هست و چی کسی به معنای واقعی دنبال رضای الله میگردد، امروز خدمت شما عزیزان عرض میکنم. عزیزان من، رضای الله قیمت دارد که بندگان خاص الله بر با جان میخرند، قیمت رضای الله را با جان میخرند. وقتی تو برگردی بروی به صدر اسلام، به اطراف محمد امین صلی الله علیه و سلم یک نگاه بینداز، یارانی که در اطراف پیامبر جمع شده بودند، ای جوانان، اکثرش جوان بوده، در بین اصحاب پیامبر عبدالله ابن مسعود است که جوان است، عمر است که جوان است، عثمان است که جوان است، ابوبکر است که جوان است، بلال است که جوان است، عبدالله ابن عمر است جوان است، زید ابن ثابت است جوان است، علی است جوان است، همه اطراف رسول صلی الله علیه و سلم جوان بودند. یعنی محاسن سفید کم بود در اطراف پیامبر، در پیرامون رسول صلی الله علیه و سلم. و کسانی که اسلام را آوردن به افغانستان، اسلام را آوردن به ترکیه، بردن به اروپا، همه جوان بودند. انرژی جوان، قوت جوان، ایمان جوان خیلی فرق میکنه. پس عزیزان من، اونهایی که در طلب رضای الله بودند در اطراف پیامبر جوانان بودند. چی می شود که امروز ما و تو هم کمر بسته کنیم و جوان هستیم، بگوییم که یا الله ما هم در طلب رضای تو هستیم، به هر قیمتی که باشد این رضا را به دست می آوریم. اصحاب پیامبر با جان می خریدن. آیه‌ای که من تلاوت کردم، بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از میان مردم کسانی هستند که می فروشن نفس خود را، می فروشن جان خود را، جان خود را در راه الله تقدیم میکنن. برای چی؟ دنبال چی هن؟ دلار؟ دنبال ثروت و قدرت و شهرت؟ دنبال حکومت؟ نه خیر، نفسه ابتغاء مرضات الله،
اینها دنبال رضا و خوشنودی الله هستند. یک بار با آواز بلند بگو الله اکبر. نشد بلند الله اکبر. اونها دنبال رضای الله هستند. جان خود را می فروشن چه بخرن؟ رضای الله. چه بخرن؟ خوشنودی الله. والله رؤوف بالعباد. الله هم بس مهربان از بندگان خودش. پیش از این که غزوه احد اتفاق بیفتد، شبی که فردایش غزوه احد هست، مسلمین با کفار مبارزه میکنند، با کفار میجنگند، در حالی که در اقلیت قرار دارند، کمند. سعد ابن ابی وقاص میگوید عبدالله ابن جحش پیش من آمد، به من گفت ای سعد، اگر موافق هستی بیا که یک دعا بکنیم. من دعا میکنم، تو آمین بگو. تو دعا بکن، من آمین میگویم. سعد میفرماید من گفتم خوب است. جوان گوش کن، هر دو این دوتا جوان هستند. سعد ابن ابی وقاص جوان هست، عبدالله ابن جحش جوان هست، ولی اینها دنبال رضای الله هستند، دنبال خوشنودی الله هستند. ای که چی را از دست میدهند به فکرش نیستن، نه ترس در سینه ایشان را دارن، نه از تنها بودن فرزند و زن خود میترسن، نه از تنها ماندن اونها میترسن، نه از دست دادن مالشان، نه از دست دادن جانشان. اینها فقط میخواهند رضای الله را به دست بیاورند. سعد ابن ابی وقاص میگوید من دست ها را بلند کردم، دعا کردم، گفتم یا الله، فردا در مبارزه یک کافر نیرومند و قوی را جلب من قرار بده، من او مبارزه بکنم، او را به جهنم بفرستم، اون را بکشم، مالش را به غنیمت بگیرم. میگه عبدالله ابن جحش گفت آمین. گفتم دعای من تمام شد. عبدالله دست ها را بلند کرد، گفت یا الله، فردا وقتی به مبارزه آغاز کردیم ما، در برابر من کافر را قرار بده که من با او نبرد کنم، با او بجنگم تا او را به جهنم بفرستم. کافر دیگری را در برابر من قرار بده که او با من مبارزه کند، او مرا به شهادت برساند. او مرا به چی برساند؟ به شهادت برساند. هست تو جوان امروز؟ کی دعایش باشه که خدایا فردا، نه یک سال بعد، نه دو سال بعد، فردا مرا در جنگ احد در برابر کافر قرار بده که با من مبارزه کند، مرا شهید بکند، بعد از این که مرا شهید کرد شکم مرا پاره بکند، به گوش مرا ببرد، بینی مرا قطع کند و من به همین قسم روز قیامت حشر بشوم و تو بپرسی که ای بنده برای چی؟ به خاطر چی؟ من صدا بزنم یا الله برای رضای تو، برای خوشنودی تو این کار را کردم من. سعد ابن ابی وقاص میگه گفتم آمین. سبحان الله. اونهایی که با اخلاص دعا بکنن خدا اجابت میکند. اونهایی که از یقین و از قلب پاکشان دعا بکنن، جوان، دعای جوان تیر است که اخلاص داشته باشد، نشانه ایش خطا نمیخورد. سعد ابن ابی وقاص میگوید فردا آمدیم عبدالله ابن جحش را پیدا کردیم که شکمش را پاره کرده بودن، بینیش را بریده بودن و گوشش را قطع کرده بودن، با تار در درخت آویزان بود. دنبال چی بودن؟ رضای الله. گفتم با جان می خریدن، با جان می خریدن. اما برای تو خیلی آسان است، دقایق بعد برات میگم که با چی کار می تانی رضای الله را به دست بیاوری. جوان عزیز زحمت می کشی، طهارت گرفتی، مسیر طولانی را طی کردی، شاید جوانان در میان صف باشد، در میان مسجد باشد که از دیگر شهر آمده باشند، از کابل اینجا باشند، از کندوز اینجا باشند،
از میمنه اینجا باشه. پس وقتی این مسیر طولانی را ترک کردی، پشت سر ترک کردی و آمدی اینجا، دست خالی برنگرد. امروز کمر خود را بسته کن، عزم خود را جمع کن و از الله بخوا که پروردگار رضای خود را نصیب من بگردان. انبیای الهی دنبال رضای الله بودن، شهدا دنبال رضای الله بودن. در داستان حضرت موسی می آید که وقت حضرت موسی 70 تن از بنی اسرائیل را انتخاب کرد که ببرد به طور سینا، به کوی طور ببرد اونجا تا اینها باور کنند که تورات از جانب الله آمده و توبه بکنند، استغفار طلب بکنند از خطاها و اشتباهی خودشان. در مسیر را وقت حضرت موسی رهنمای این 70 تن است که اینها را ببره به کوی طور به ملاقات پروردگارشان. در این مسیر موسی عجله می کند، خودش رهنماست، عجله می کند، به تیزی از این 70 نفر جدا می شود تا اینکه زود خود را به طور سینا برساند، به کوی طور برساند. الله از پیشش پرسان می کند و ما اعجلک عن قومك يا موسى. ای موسا، چه چه سبب شد که تو پیشی گرفتی از قوم؟ قرار بود با قوم بیایی اما تنها آمدی، با شتاب آمدی. و ما اعجلك عن قومك يا موسى. حضرت موسا چه میگه؟ قال هم اولئ على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. پروردگار قوم من از پشت من به دنبال من می آین، من عجله کردم آمدم تا تو از من خوشنود شوی، تا تو از من راضی شوی. من به سوی تو شتابان آمدم تا تو از من راضی شوی. ای جوان، چی می شود که وقتی به سرعت به سمت مسجد می آیی، نفر اول به مسجد می آیی، وقتی قدمت را بگذاری صدا بزنی یا الله من به عجله آمدم به مسجد لتر الله، تا تو خوشنود شوی، تا تو راضی شوی. یا الله من چشم چرانی نمی کنم، لتر الله، تا تو خوشنود شوی و راضی شوی. یا الله من از گناهان توبه می کنم، لتر الله، تا تو خوشنود شوی و راضی شوی. من اطاعت تو را میکنم، من ذکر و یاد تو را میکنم، لتر الله، تا تو خوشنود شوی. دختر بگوید من حجاب میکنم نه برای امارت، من حجاب میکنم نه به خاطر پدرم، نه به خاطر شوهرم، نه به خاطر برادرم، خدایا حجاب میکنم لتر الله، تا تو خوشنود شوی. چی میشود که ما امروز اقتدا به حضرت موسی بکنیم؟ چه جمله جالب. خدایا آمدم، عجلت الیک ربی لترضا، عجله کردم، به شتاب آمدم به سوی تو تا تو از من راضی شوی. زن اطاعت شوهر بکند بوی خدای لترضا، من این کار را کردم گرچه شوهرم بد اخلاق است ولی میخوام تو راضی باشی. من این سود را نمیخورم لترضا، خدایا تا تو راضی باشی. من این زنا را نمی کنم گرچه میسر شده، گرچه زمینه برایش آماده شده، برای چی؟ لتر ادا، تا خدایا تو راضی باشی. سبحان الله. اونهایی که دنبال رضای الله هستن، اونهایی که دنبال خوشنودی الله هستن، شیطان نمیتواند اونها را گمراه بسازد. بگو یک بار الله اکبر. شیطان نمیتواند اونها را گمراه بسازد، حتی شیطان نمیتواند به اونها نزدیک بشود، اونهایی که دنبال رضای الله هستند. شیطان از اونها میترسد. در سوره صاد فکر میکنم آیه 82-83 باشه، شیطان قسم میخورد، سوگن یاد میکند، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، سوگن به عزت و جلال تو ای پروردگار همه انسانها را گمراه میسازد.
تو مرا از در خود راندی، از رحمت خود دور اندختی، من به عزت و سوگند میخورم که سببش آدم بود، من اولاد آدم را همه را گمراه میسازم. و شیطان میداند که اونهایی که در طلب رضای الله و خوشنودی الله هستند به اونها نمیتواند نزدیک شود. خودش میگوید شیطان الا عبادك منهم المخلصين، خدایا من تسلط ندارم، من نمیتوانم با دسائس و وساوس و اغواهای خود بتوانم کس را اغوا بکنم که او به دنبال رضا و خوشنودی تو هست. الله اکبر، او دنبال رضا و خوشنودی تو هست، این را من نمیتوانم. جوان عزیز، اگر کسی از پیش چرا تک تاک را حذف کردی؟ لتر الله، تا الله از من راضی شود، تا الله از من خوشنود شود. سخت است نه؟ وقتی به یک جوان بگو اینستاگرام نبین، تک تاک نبین، ارتباط نامشروع را قطع کن، از خدا بترس. چرا قطع کردی و گوشیشا نمبرش به لیست سیاه اندختی؟ چرا بلاکش کردی؟ لتر الله، تا کی راضی شود؟ الله. می توانین جوانایی کار بکنین؟ هست کسی در میان شما دست بلند کند؟ سبحان الله، سبحان الله. عزیز من، به خدا قسم لذت دارد این، آرام میشی. چیزی را که به دنبالش بودی به خاطر خدا ترکش کن، به دستش میآوری بهتر از اونه. من ترک شیئا لله، اگر اون دختری که پشت گوشی به تو مسیج کرده، پیام کرده، برای الله ترکش کردی که حرام است، عوضه الله خیرا من، پیامبرت الله رب العزت و الجلال به زبان پیامبرت اعلان کرده عوضه الله خیرا من، الله میگه بهتر از اون نصیبت میگردانم، بهتر از اون نصیبت میگردانم. حرام را ترک کردی، بهتر از او را نصیبت میگردانم. سخت است دیگه. صحابه با جان میخریدن، اولیای خدا رضای الله و خوشنودی الله را با جان میخریدن. اونهایی که دنبال رضای الله هستن، شیطان نمیتواند اونها را اغوا بکند، شیطان نمیتواند اونها را گمراه بکند، چون اونها خیلی قوی هستند، خیلی بنیاد قوی دارند، خیلی پای خود را محکم به زمین میگذارند، هدفشان مشخص است، تصمیم خود را گرفتند، این طرف و آن طرف نگاه نمیکنند، هر چه آمد باد آباد. اینها در مسیر حرکت کردن که برگشت ندارد، چون دنبال رضای الله هستند، ترس در دلشان راه ندارد. اونهایی که دنبال رضای الله هستند، این جمله را خوب گوش کن، این به دعوتگرا هم برمیگرده، به تو جوان هم برمیگرده، به حاکم کشور هم برمیگرده، به امیر مؤمنان هم برمیگرده، به والی شهر هم برمیگرده، به پدر خانه هم برمیگرده، به کلگی. اونهایی که دنبال رضای الله هستن، دنبال خوشنودی الله هستن، اصلا توجه نمی کنن به رضای مخلوق، اصلا توجه ندارن به رضای مخلوق. اونهایی که دنبال رضای الله هستن، به فکر این نیستن پدر من راضی شود، به فکر این نیستن زن من راضی شود، به فکر این نیست فرزند من راضی شود، به فکر این نیست رعیت راضی شود. اونی که دنبال رضای الله هست، پیامبر محبوبت محمد امین بلند صلی الله علیه و سلم می فرماید اونهایی که دنبال رضای الله هستن، الله مردم را هم از او شخص راضی می گرداند. سبحان الله. اونهایی که رفتن دنبال رضای مخلوق، خالق را هم از دست دادن، مخلوق را هم از دست می دن، چون ممکن نیست مخلوق از تو راضی باشد. حضرت حسن فرمود وقتی که دیدم مخلوق از خالق خود راضی نیستن، مطمئن شدم که مخلوق از مخلوق هیچ وقت راضی نمیشه. برو هر چقدر زحمت میکنی، هر چقدر تلاش میکنی، برو دل زن خود را به دست بیاور، من به تو جایزه میدهم که زنت 100% از تو راضی باشد. ممکن نیست.
اگر پدر هر چقدر تلاش بکند که بتواند فرزند خود را از راضی بگرداند نمیتواند. مادر نمیتواند دختر خود را راضی بگرداند. ولی اگر الله از تو راضی شد، همه مخلوق از تو راضی میشود. ما امروز خیلی چیزها را به خاطر زن خود، به خاطر بچه خود، به خاطر دختر خود انجام دادیم، در حالی که الله ما ناراض بوده، الله ما خشمگین شده، نتانستیم رضای الله که رفت از دست ما، رضای فرزند و زن خود را هم به دست آورده نتانستیم. خیلی ها رفتن با پولهای گذاب معصیت خریدن در روز عروسی پسرشان، اخیر روز زن هم خفه هست، پسر هم خفه هست. بخاطر چی؟ ما خواننده دلخواهی که گفته بودم ناوردی. ما ساعت 4 بجا گفتم عروس بیای، ساعت 5 بجا آمد، خفه هست. تو ده کمر بسته کردن دخترت نامدی، خفه هست. نتوانستی رضایش به دست بیاوری. گرچه معصیت خریدی، با پولی که به دست آوردی رفتی شیطان رو خوشنود کردی، نه الله را، ولی نتوانست دل مخلوق، دل همسر، دل پسر، دل دختر رو به دست بیاوری. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم میگه من التمس رضا الله، کسی که در طلب رضای الله هست، در طلب کی؟ بلندتر کی؟ الله. در طلب رضای الله هست چی میشود؟ رضی الله عنه و ارضا عنه الناس. الله هم از این بنده راضی میشود و مخلوق هم از این بنده راضی میشود. سبحان الله. امتحانش بکن، بلو رضای الله را به دست بیاور. گرچه در ظاهر قضیه اول که تو در مسیر حق حرکت بکنی تو احساس میکنی تنها هستی، احساس میکنی همه تنهایت گذاشتن، ولی آخر امر ای عزیز من، محمد صلی الله علیه و سلم وقتی به مکه اعلان کرد لا اله الا الله محمد رسول الله، تنها من پیامبر. ابو جهل و ابو جهلیان، ابو لهب و ابو لهبیان زیاد بودن، پیامبر تنها بود. ولی امروز کسی در این دنیا میبینی که بگوید من نوه ابو جهلم، من نوه ابو لهب هستم؟ ولی امروز هزاران در هزار انسان در دنیا هست که میگوید من اولاده محمد صلی الله علیه و سلم هستم. همه اولادهای پیامبر بزرگوار اسلام هستیم، من شما همه فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم هستیم. امروز هستن کسانی که به نام محمد صلی الله علیه و سلم جان میدهند، به هیچ کس اجازه نمیدهند مردم غزه برای اینکه دین محمد صلی الله علیه و سلم را ثابت و استوار نگه بدارن تمام زندگی خود را فدا کردن، تمام زندگی خود را فدا کردن. جوانان هستن که سینه خود را سپر قرار دادن، نمیگذارن که مرمی به سمت بیت المقدس بیاید، میگه ما جان میدیم اما خانه الله را نمیدیم. اینها چه کسانی هستن؟ فرزندان محمد هستن صلی الله علیه و سلم. ولی یک کس امروز در دنیا نیست که بگوید من فرزند ابو جهلم، یک کس امروز در دنیا نیست که بگوید من فرزند فرعونم، چون آخر امر اونهایی که در طلب رضای الله هستن هم خوشنودی خالق را به دست می آورن، هم خوشنودی مخلوق را به دست می آورن. یه زنی هست در آمریکا، رون تایلور مسلمان شد. بعد از اینکه مسلمان شد اسم خود را گذاشت ایمان تایلور. چی؟ ایمان تایلور. با این مصاحبه کردن این ژورنالیسم، از پیشش پرسان که چه سبب شد که تو اسلام را قبول کردی؟ گفت من خیلی مذهبی بودم، خیلی زیاد به کلیسا میرفتم، زیاد عبادت میکردم. هر وقتی که در کلیسا میرفتم دعوا می بود بین کشش ها که آیا شراب حلال است و حرام. گفت بعضش میگفت کسی کم بخوره حلال است، زیاد بخوره حرام.
در داخل کلیسا حرام، بیرون کلیسا حلال. میگه من گفتم اگر دین عیسویت دین کامل می بود این گونه قضاوت نمی کردن. میگه من به عقل خود می دانستم که شراب چیزیست که عقل انسان را زائل می کند. اگر دین درست باشد این را حرام قرار می دهد. تا اینکه من کتابهای اسلامی را مطالعه کردم به قرآن سر زدم، دیدم که قرآن شراب را حرام قرار داده، مطلقاً گفتن حرام است. گفت با آرامش رسیدم، مطالعه کردم اسلام را، درباره حجاب زنان رسیدم، دیدم که چه اندازه احترام گذاشته اسلام عزیز به زنان، از عفت زن، از حیای زن، از شرم زن، از هیئت و هیکل زن اسلام دفاع کرده است. بهترین نامها را برای زنان اسلام انتخاب کرده، گفته ان الجنت تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای مادران هست. گفت دیگر چاره پیدا نکردم، گفتم اون دینی که من به دنبالش بودم پیدایش کردم. گفت با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ژورنالیسم از پیشش پرسان میکنه چه توصیه داری؟ چه پیام داری برای زنان مسلمین، برای خواهران مسلمان خودت؟ ایمان تایلور میگه پیام من برای خواهران این است که حیا و عفت و حجاب خود را به خود لازم بگیرن. ای عزیز من، ای جوان، به خدا این سیلی محکم است، این سیلی محکم است از زبان یک انسانی که مسیحی بوده بعد اسلام را شناخته. سیلی محکم است به صورت آن دختران و آن زنانی که نه حیا دارن نه حجاب دارن، گرچه با بلکه با حجاب در مبارزه هستند. این سیلی محکم است. این زن در آغوش مادر عیسوی به دنیا می آید، در کلیسا تربیه می شود، در محیط کفری رشد می کند، وقت اسلام را می شناسد، حجاب را به خود لازم گرفته و پیام دارد برای زنان، برای خواهران که در آغوش مادر مسلمان به دنیا آمده، در خانه مسلمان تربیه شده، در محیط اسلامی رشد کرده، ولی امروز خواهر مسلمان از حجاب نفرت دارد، مجبور است. اگر امروز اعلان شود که کس دیگر کار ندارد، زن هر لباسی که میپوشد بپوشد، فردا میبینی که داخل این شهر چه اتفاقی میفتد. عزیز دل من، اونها دنبال رضای الله بودن. گفتن خیلی سخت است، زنان مسلمان میگوید سخت است حجاب کردن. ایمان تایلور گفت من این حدیث پیامبر به من رسیده که عایشه راوی حدیث است، میفرماید من التمس رضا الله فی سخط الناس، کسی که به دنبال رضای الله است در حالی که مردم از اون خوشنودن، رضی الله عنه و ارضا عنه الناس، الله از او راضی است و مردم را هم الله از او راضی میگرداند. پس عزیز دل من، اونهایی که در طلب رضای الله هستند، الله اونها را راضی میگرداند روز قیامت. الله اونها را چی میکنه؟ راضی میگردانه. قرآن را ببین چه میگه. بسم الله الرحمن الرحیم و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف یرضا. الله رب العزت و الجلال در سوره لیل میگه اونهایی که تقوای الهی را پیشه کردن، پرهیزگارترین را الله زود است که از آتش جهنم دور میگرداند و دور میکنه. اون چه کسی است؟ او کسی است که مال خود را در راه خدا انفاق میکنه تا خود را پاک بکنه، از کثافت بخل، از ناپاکی بخل خود را پاک کند و این در راه خدا انفاق میکند به فقرا و مساکین، نه به خاطر اینکه از کسی برگردن این حقی باشد، بلکه در طلب چی است؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. این انسان در طلب رضای الله است. الله چی میگه؟ ولسوف یرضا، زود است که الله ایر راضی میگرند و ایر راضی میشود.
دوست نداری روز قیامت الله از موت راضی باشد؟ ای عزیز من، روز قیامت روز سخت است. زود است که راضی می شود از کاری که کرده. یه دختر خودش قصه می کند، می گوید من بعد از این که از پاهنتون فارغ شدم دنبال کار می گشتم که در دوائر حکومت کار بکنم، در یکی از شرکت ها کار بکنم. گفت زمانی بود که کار به دست آوردن خیلی سخت بود، من در یکی از شرکت هایی که خیلی مشهور بود کار پیدا کردم، استخدام شدم. وقتی رفتم سر کار، رئیس شرکت با من صحبت داشت، برای من گفت که من تو را به این شرکت استخدام کردم، شرایط دارد این شرکت. گفت شرایط را بیان کرد و بیان کرد، گفتم میپذیرم، درست درست درست. بعد اخیر دختر گفت که من قبول دارم همه شرایط را، من هم شرط دارم. میگه رئیس شرکت گفت بفرما. گفت شرط من این است که من با حجاب میایم سر کار خودم، با حجاب میایم سر کار خودم. رئیس شرکت گفت نه خواهر، سیاست شرکت ما با حجاب در تضاد است. هر کی در شرکت ما کار میکند از طبقه زنان، حجاب نباید داشته باشد و الا انصراف بدهیم، این شرکت جای شما نیست. میگه اندیشیدم و فکر کردم که چی کار بکنم، از این کار خوبتر به دست نمی آید، به سختی این کار را به دست آوردم، به هر زن هم به دست نمی آید، من به تکلیف این را به دست آوردم. اگر حجاب بکنم شرکت را از دست میدهم، اگر به شرکت کار کنم الله را از دست میدهم، کدام یکی را انتخاب بکنم؟ میگه برای رئیس شرکت گفتم شرکت هم مال تو، کارش هم مال تو، من حجاب خود را تک نمی کنم. من ترک شیئا لله، کسی که برای الله چیزی را ترک بکنه، عوضه الله خیرا من، الله بهتر از او را نصیبش میگردانه. این زن میگه از شرکت بیرون شدم در حالی که قلب من روشن بود، در حالی که قلب من روشن شده بود، پاهای من قوی شده بود، من انرژی گرفته بودم، من ناراحتم نبودم، چون دنبال رضای الله بودم. 15 روز نگذشت، قسم میخورد به رب کعبه قسم، بعد از 15 روز به من کار پیدا شد که از کار قبلی من خیلی بهتر، و ماشه که در این شرکت به من میداد از شرکت قبلی خیلی بهتر، و حجام مرا هم قبول کرده بود. اینها تویی که به خاطر الله قدم بگذاری. من این پیام را به اون خواهران میدهم که ای خواهره که تو دکتری، نمیخواهم با آتش جهنم بسوزی، تو خواهر مسلمان من هستی، چگونه وقت سر کار میروی حجاب را رعایت نمیکنی؟ میخوای با حجابی، با بی حجابی کی را راضی بگردانی؟ کی از تو خوشنود شود؟ چه درد را درمان میکند جز این که تو بازیچه دست بلحوثان میشوی؟ اونهایی که پرستار هستن اونها هم میگویم، اونهایی که در دوائر حکومت کار میکنن، زنان، معلمان در پاهنتون، معلمان در مکاتب، چرا حجاب خود را خواهرم رعایت نمی کنی؟ میترسی که از مکتب اخراج شوی؟ نمیشوی، خدا از اون بهتر را نصیبت میگردانه. میترسی که از دکتری بیرون به اندازه نمیشوی؟ الله بهتر از اون را نصیبت میگردانه. عزت هم داری، اون وقت خدایت هم از تو راضی است و مخلوق هم از تو راضی میشود. ولی متاسفانه چی میشود که امروز جوانان بروند به خواهران خودشان بگوین خواهر به خاطر خدا بی حجابی نکن؟ ببرین داستان همین خواهر را به خواهران تعریف کنید. این در کشورهای اروپایی اتفاق میفته، یک مسلمان هست یا خواهر مسلمان هست، چون دنبال رضای الله و دنبال خوشنودی الله هست. وقت کم مونده، میرم اسبابش را چی کار بکنیم رضای الله را به دست بیاوریم. گوش کن، اول عزیز من، اگر میخواهی که رضای الله به دست بیاوری، عقیده توحید داشته باشی، عقیده توحید داشته باشی. رسول صلی الله علیه و سلم با آواز بلند بگو صلی الله علیه و سلم، میفرماید من فارق الدنیا علی الاخلاص لله وحده لا شریک له. اونهایی که دنیا را ترک میکنن، از این جهان میرون،
در حالی که اخلاص دارن به این که الله واحد و لا شریک است و اقام صلاه و نماز میخوانند. رضای الله در چی بوده؟ در نماز و اقام صلاه و ایتاء زکا. او عبادت الله را میکنه، به الله شریک مقرر نمیکنه، نماز پنج وقت به وقتش میخوانه، زکات میدهد. فارقها والله عنه راضین. پیامبر میفرماید قسم به الله هست که الله از این بنده ای که عقیده توحید دارد، نماز میخواند، زکات میدهد، همین قسم از دنیا رفته، قسم به الله است که الله از این بنده راضی است. بگو الله اکبر. الله از این بنده راضی است. یک، سببی که تو بتوانی رضای الله را به دست بیاوری. سبب دوم، عزیز من، در مسیر دعوت اگر شهید شدی، در مسیر دعوت مثل علمایی که در افغانستان در مسیر دعوت شهید شدن، این سبب رضای الله است. اینهایی که رفتن زحمت کردن، شب و روز گریه می کردن، ولی آخر امر مرمی را نثارش کردن، مرمی را تحفه برایش دادن، الله رب العزت و الجلال از اینها راضی هست روز قیامت. دلیلش وقت پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم 70 قاری قرآن را انتخاب میکند تا به قبیله بفرستد کونها مسلمان بشود، اینها همه میروند. در میان اینها صحابی به نام حرام ابن ملحم است یا ملحم، ای بلند میشود وقتی که به او قبیله میرسد، بلند میشود که به دعوت دین شروع بکند و پیام رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را برساند. چی میشه جوان عزیز که امروز تو بری در میدان فوتبال، گفتن امشب اینجا این برنامه بوده در می استادیوم، باور که خیلی دلم هوا کرد، ای کاش به من اجازه میدادن اونجا میرفتم دعوت میکردن، اونجا میرفتم جوانان را به سوی الله دعوت میدادم که معصیت نکنید، گناه نکنید، این دنیا زرق و برق و رنگش همه تیر می شود. ای جوان، پیام نبیت را به خواهرت برسان، پیام نبیت را برای برادران خود برسان. حرام ابن ملحان می گوه من از جای خود بلند شدم. این بزرگوار شروع می کند به دعوت دین. ای مردم بیایید، قول لا اله الا الله. ای مردم بگوین لا اله الا الله که رستگار بشوید. در همین اسنا از میان قوم کسی بلند می شود، از پشت سر حرام ابن ملحان می آید، با نیزه‌ای که به دست خود دارد چنان محکم به پشت حرام رضی الله تعالی عنه می زند که از سینه اش بیرون می شود، از سینه اش بیرون می شود. می بیند که خون فواره می کند از سینه اش. این خونها را به دست خود می گیرد، به صورت خود می مالد، می گه الله اکبر، فزت و رب الکعبه، رستگار شدم، کامیاب شدم، با پروردگار کعبه قسم است، رستگار شدم و کامیاب شدم، با پروردگار کعبه قسم است. سبحان الله. شاید اگر همین شانس به حیات الدین صاحبی رحمت الله علیه هم میرسید که میتوانست حرف بزنه، شاید میگفت فزت و رب الکعبه. اگر با عیاض نیازی همین چانس برابر می شود همین جمله را می گفت. عزیز من، در مسیر دعوت اگر شهید شدی رضای الله را به دست آوردی. حمله کردن 70 تا قاری را شهید کرد، 70 تا گلهایی که پیامبر از چمنزارها چیده بود همه را پر پر کردن. پیامبر از حالت اینها بیخبر است. جبریل امین می آید به محضر حضرت رسول خدا، عرض می کند یا رسول الله، یارانت را شهید کردن، دعوتگران دین تو را شهید کردن، گلهای تو را شهید کردن، ولی اونها پیام داشتن. این حافظان قرآن، اونهایی که دعوت دین الله را پیش می بردن، پیام داشتن. پیامش نه جبریل امین با پیامبر میرساند، میگون ها گفتن الا بلغوا عنا قوما، از ما برسانین به قوم ما، خبر ما را به قوم ما برسانین. چی بگوین؟ بان قد لقينا ربنا،
برشان بگوین که ما با پروردگار خود ملاقات کردیم و رضی عنا و ارضانا، ما با پروردگار خود ملاقات کردیم، الله از ما راضی شد و ما را راضی گردانید. پیام این شهدا را جبریل امین به پیامبر می آورد. در میان اینها غلام هست، طفیل ابن حارس، عامر ابن غلام طفیل ابن حارس است، اسمش عامر ابن فهیره است. جبار سلمی از میان دشمنان اسلام و مشرکین است، به این عامر حمله می کند، این بزرگوار را شهید می گرداند. همین که شهید می شود، میگه می بیند که به قدرت پروردگار جسدش به سمت آسمان بلند می شود. حدیث امام بخاری کدوم افسانه نیست که با نگویی که ضعیف است. حدیث امام بخاری، این جسد به سمت آسمان برده می شود. خیر جستجو کردن که جسد عامر را پیدا کنن، پیدا نکردن. به رسول خدا خبر رسوندن، یا رسول الله جسد عامر نیست. پیامبر فرمود فرشتگان او را دفن کردن. سبحان الله. اونهایی که در طلب رضای الله و خوشنودی الله هستن، عزیز من، در مسیر دعوت از هیچ نترس، از بیان حق از هیچ نترس. هر روز شایعه میشه در صفحات احمد فیروز کشته، احمد فیروز شهید کرده، ما را از این میترسانه؟ از شهادت در راه الله ما انتظار میکشیم کی میآید؟ کی میآید؟ از شهادت ترس نکن، از مسیر دعوت نترس، از دعوت نترس، از ملامت کردن دیگران ترس نداشته باش. از این که سر تو سخریه میکنن، به گریه تو حرف میزنن، حرف نداشته باش، نترس. دنبال رضای الله باش، الله از تو راضی است. وقتی الله از تو راضی شد، هیچ کسی هیچ چی کرده نمیتونه. بهشت مال الله هست، نه مال مخلوق که تو را من کنن که نروی به بهشت. اونایی که در مسیر دعوت هستن، اگر شهادت نصیبشان می شود، رضای الله را به دست آوردن. دیگر جوان عزیز، ای جوانی که پدر و مادرت زنده هست، یک بار خوب بگو الحمدلله. ای مهیر، گفتیم که هیچ جوان رشد نکرده، ترقی نکرده، عروج نکرده، عزت پیدا نکرده، مگر اینکه با پشت این همه پیشرفت ها و ترقی ها دعای پدر و مادرش هست. اگر احمد فیروز اینجا حرف میزند، پدر و مادر بزرگوار دارد که در حقش دعا میکنه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمادی که از اسباب رضای الله که بتانی سبب شود رضای الله را به دست بیاوری، رضا الله فی رضا الوالدین، رضای الله در رضای پدر و مادر است. پدر و مادر را لازم بگیر، برش احترام بکن، برش محبت بکن، از پیشش معذرت خواهی بکن. اگر اشتباه و خطا شد، از پیش معذرت خواهی بکن، رضای الله رو به دست می آوری. و سخط الله فی سخط الوالدین، اگر پدر و مادر از تو ناخشنود بود، الله هم از تو ناخشنود است. و در شکر نعمت رضای الله رو جستجو بکن. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم، ان الله لا يرضى عن العبد اذا اكل الاكله فيحمده عليها، وقت بنده طعامی میخورد، غذای میخورد، بعد از خوردن او غذا میگه الحمدلله، این غذا را کی داده؟ الله. کی داده؟ الله. امروز بسیار خانه های هستند که سر سفره، سر دسترخوان نشسته هستند، نه بسم الله میگن اول غذا، نه آخر غذا الحمدلله هست، بلکه از اول غذا در معصیتن تا آخر غذا. همون جا هم موسیقی است، همون جا هم گیم است، همون جا هم سریال است، همون جا هم فیلم است، همون جا هم صفات مجازی است. در حالی که در شکر نعمت رضای الله بستگی دارد و بسته شده، هر وقت از نعمت شکر کردی، رضای الله را به دست می آوری. این پیامبر محبوبت میگه صلی الله علیه و سلم، عزیز من، در مسجد رضای الله را جستجو بکن. پیامبر محبوب میگه المسجد بیت کل تقی، مسجد خانه هر متقی هست. و تکفل الله لمن کان المسجد بیته بالروح والرحمه، الله عهدداری میکند، ضمانت میکند برای اونهایی که مسجد را خانه خود قرار داده. به چیز مداری میکند که اونها را در آغوش رحمت میگیرد.
بونه ها آرامش میدهد. دیگه چی کار میکنه؟ آرامش میدهد و جوازی علی الصراط، اونها را از پل صراط بسیار سریع میگذراند. بگو یک بار الله اکبر. و دیگه چی؟ و الی رضوان الله، و اونها را به سوی رضای خودش کش میکند الله. اونهایی که به مسجد دل دارن، به مسجد چسبیدن، مسجد را خانه خود قرار دادن، قلبشون وابسته به مسجد است. در حدیث 660 بخاری که همیش من میخوانم، 7 نفر زیر سایه عرش است، یکی از اونها کی است؟ و رجل قلبه معلق فی المساجد، رجل و مردی که قلبش معلق به مساجد باشه. امروز اکثر از مساجد فرار میکنن. امروز از این سوال است دارم، امی شب در امی استادیوم چقدر ازدحام بود؟ شما جوانان کدامتون بودین اونجا؟ تا کجا من بود؟ چه اتفاق اونجا؟ دلار میدادن؟ چی بود در اونجا که تا چهارراهی و علمخان بند بوده، سرکه ها همه بند بودن؟ برای چی؟ چرا در مسجد ازدحام نیست؟ چرا در طاعت و بندگی الله ازدحام نیست؟ چرا در تهجد دلهای شب به ملاقات پروردگار ازدحام نیست؟ چرا امروز مردم از دیدار خدایشون خوششون نمی آید؟ شاید تا ساعت 1 شب در اونجا بودن یا برگشتن خانه نماز صبح شده، در حالی که الله در آسمان اول آمده و صدا می زنه من یه دومونی فست جیبنه، کی است که از من بخواهد برایش بدهم؟ ولی بنده در مسیر سرگرمی های خودش مصروف است. ما دنبال رضای الله هستیم، ما در جستجوی رضای الله هستیم. واقعا سخت است عزیز دل من. یکی از اسباب جلب رضای الله مساجد هست. امروز جوان علاقه به مسجد ندارد. شاید خیلی جوانان در همین صفهای ما باشند که نماز جمعه پابند هستند، ولی پای وقت نماز دیگر شاید نمازهایشان به جماعت نباشند، شاید نماز صبح در جماعت نباشند، شاید نماز خفتن جای دیگه مصروف باشه. پس اونهایی که در طلب رضای الله هستن، اونهایی که در جستجوی رضای الله هستن، با جان خود رضای الله رو میخرن. آنقدر این رضای الله قیمت دارد که اگر یک انسان از وقت تولدش پیامبر میگه لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت فی مرضات الله لحقره یوم القیامه. اگر یک کس از وقت تولدش به صورتش به خاطر خدا کش کرده شود به زمین، به صورتش کش کرده شود به زمین، تا زمان پیریش همین قسم هر روزی را کش کنند به زمین به خاطر رضای الله، باز هم روز قیامت این عبادت خود را و این زحمت خود را، این تلاش خود را، این عذابی که به خاطر رضای الله در دنیا کشیده، روز قیامت ایره حقیر می شماره. و بالاترین نعمت که خدا در بهش می دهد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم میگه روز قیامت الله در بهشت صدا می زنه به اهل بهشت، یقول لأهل الجنه، برای اهل بهشت صدا می زنه، هل رضیتم، آیا شما راضی هستین از پروردگارتان؟ اهل بهشت میگن پروردگارو چطور راضی نباشیم؟ ما را از جهنم نجات دادی، ما را داخل بهشت گردانیدی، نعمت های به ما عطا کردی که به دیگران ندادی، این نعمت ها را ما چطور راضی نباشیم؟ الله میفرماید من از این افضل و بهترش به شما عطا میکنم. صدا میزنه اهل بهشت گو چی هست یا الله؟ میگه من رضای خود را نصیب شما گردانیدم و دیگه هیچ وقت سر شما خشم نمیگیرم، رضای خود را نصیب شما گردانیدم، هیچ وقت دیگه سر شما خشم نمیگیرم. فقط یک حدیث دیگر بیان میکنم، باز دعا میکنم، خیلی کوتاه است. من گفتم که اونهایی که به دنبال رضای الله هستن، به دنبال خوشنودی الله هستن، الله هم به دنبال خوشنودی او است. از محمد صلی الله علیه و سلم میخواهی که بدانی چقدر امتش را دوست داشت، چقدر تو جوان را دوست داشت، چقدر شما را دوست داشتن. یک روز پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر میگوید آیه از قرآن را تلاوت میکرد، این تعذبهم فانهم عبادک، این داستان حضرت عیسی هست،
که حضرت عیسی میگفت خدای اگر بندگانت را عذاب بکنی این تعذبهم فانهم عبادك، اینا بندگان تو هستن، و این تغفر لهم اگر اینها را ببخشی تو غالب با حکمت هستی. وقتی این آیه را تلاوت میکرد رسول صلی الله علیه وسلم دستان مبارک خود را بلند کرده و بکا، شروع کردن به گریه کرده. چی میگفت؟ اللهم امتی، اللهم امتی. ولی امروز امت شب تا به صبح سرگرمی مصروف است، نه نماز خفتن است نه نماز صبح. اللهم امتی، اللهم امتی. الله رب العزت و الجلال جبریل رو میفرستد که میگه من میدانم که نبی من چی میگوید، محمد من صلی الله علیه و سلم به خاطر چی گریه میکنه، ولی تو هم برو. جبریل امین میآید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، عرض میکند یا رسول الله چه شده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من درباره امتم گریه میکنم، روز قیامت حال امت من چی میشود؟ ای امت بی وفا، حال امت چی میشود؟ جبریل میرود دوباره برمیگردد، عرض میکند به رسول خدا، میگه یا رسول الله، الله رب العزت و الجلال اعلان کرده که روز قیامت تو را در برابر امت، درباره امت تو را راضی میگردانم. بگو الله اکبر، بگو الله اکبر، بگو الله اکبر، درباره امت ای رسول الله تو را راضی میگرداند. ای کاش که روز قیامت رسول صلی الله علیه و سلم مرا از قطار امتان خود شمار کنه، با این همه بیوفایی که ما داریم، با این همه جفایی که ما داریم، با این همه محبت نداشتنی که ما داریم. پس عزیز من، اونهایی که دنبال رضای الله هستن، حتی مسواک، از سواک مطهرتون للفم و مرضاتون للرب، با مسواک هم میتونی رضای الله را به دست بیاوری. پیامبر محبوب میگه صلی الله علیه و سلم مسواک دهنتون را پاک میکند و ربتون راضی میگرداند. بگو یک بار الله اکبر. با مسواک، سنت کی است؟ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. با مسواک هم میتونی رضای الله خدا به دست بیاوری. عزیز من، اونهایی که در طلب رضای الله هستن، از هیچ چه دیگه ترس نداشته باش. از اینجا کمر خود را بسته کن، مسیر خود را مشخص کن، تصمیم خود را بگیر که من دنبال رضای الله هستم. وقتی تو دنبال رضای الله هستی، از ترس ای را نداشته به زن من چی میشه، بچه من چی میشه، پدر من چی میشه، خاله و کاکا و مامای من چی میشه، اینها از من خفه میشن. هیچ کدام اینها خفه نمیشه، او را راضی کن، هم از تو راضی هستن. دو زانو بشینیم که دعا میکنیم. قبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا، بخوانین امرای ما. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بار إله، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أعدل العادلين، يا أحكم الحاكمين. إلهي در همین لحظه خودت بندگانت را مشاهده میکنی. پروردگارا، جماعه کثیری اینجا جمع شده، در میان این بندگانت ریش سفید هست، جوان گناهگار هست، جوانی که توبه از گناه کرده هست، طفلکانی که گناه نکردن هست، حافظان قرآن هست، طالبان علم هست، حاج صاحبان هستند، دوستانت هستند. الهی پروردگارا، بار اله، ما دست به در تو برداشتیم، دست به در تو برداشتیم، خجالتیم، شرمنده هستیم، روسیا هستیم، الهی پر و بیوفا هستیم، گریزپا هستیم. خدایا، ما میدانیم که اگر محبت تو به قلب نمی بود، اگر تو ما را دوست نمی داشتی، در این خانه خودت ما را جمع نمی کردی. یا الله، یا الله، این علامه محبت دوست که ما را دوست داشته، ما را مهمان خانه خودت کردی، ما را مهمان خانه خودت کردی. الهی پروردگارا، میزبان به مهمان خود زیاد احترام میکنه. الهی پروردگارا، این مهمان هایی که به خانه تو آمدن روی سیاه هستن،
دست خالی آمده، هیچ به امرای خود نیاورده. خزانه تو پر است، رحمت تو خیلی بزرگ و وسیع است. الهی پروردگارا ما را غریق رحمت بگردان. الهی آمده با گردن پت، پروردگارا با دسته هایی که آلوده به گناه است، با زبان هایی که آلوده به گناه است، با چشمانی که آلوده به گناه است، با شکم هایی که آلوده به لقمه های حرام است. الهی پروردگار در خانه تو آمدیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. الهی وقت بنده شوق ملاقات تو را می کند، وقت بنده پروردگارا از تو می خواهد، وقت بنده همه درها را بروی خود بسته می بیند و جز در تو به هیچ دری رو نمی آورد. الهی پروردگارا به ذات تو نمی سزد، ذات تو ذات با عظمت و بزرگ است. پروردگارا تو هیچ وقت بنده را ناامید نمی کنی، هیچ وقت بنده را ناامید نمی کنی. الهی با بار گناه آمدیم، با بار رحمت ما را از خانه خود بیرون بگردان، با بار مغفرت ما را از خانه خود بیرون بگردان. الهی پروردگارا یک ساعت پیش از آمدن به مسجدم گناه کردیم، با فیسبوک گناه، با اینستاگرام گناه، با تیک تاک گناه، با واتساپ گناه. الهی پروردگارا دست جوانان ما را بگیر، الهی دست جوانان ما را بگیر. الهی ما در طلب رضای تو هستیم، رضای خود را نصیب ما بگردان، رضای خود را نصیب ما بگردان. الهی پروردگار بدترین ما را امروز مورد عفو و بخشش قرار بده. الهی پروردگار اونه که از همه بدترن و گناهگارتر است، پروردگار دست به در تو برداشته. الهی در این صف اولیا و دوستان تو است. یا الله به طفیل روی اونها دستان ما را خالی بر مگردان. الهی ریش سفیدان هستن که از گناهان توبه کردن، الهی پروردگار بر ریش سفیدشان گناهان ما را مورد عفو و بخشش قرار بده. الهی جوانان هستن که توبه کردن، الهی تو جوان توبه پذیر و توبه کننده را دوست داری. الهی به خانه تو آمدیم، ای کریم، ای کریم، لطفاً 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 ما را ناامید بگردان، لطفاً ما را ناامید بگردان. عذر میکنیم، عذر میکنیم، ما را ناامید بگردان. بنده هستیم ما، یا الله بنده هستیم، شکسته دلیم، الهی شکسته دلیم، الهی ضعیفیم، ناتوانیم، عاجزیم. الهی تو مقتدیری، توانایی، با قدرت هستی. پروردگار قدرتت به همه شیء احاطه کرده است. الهی بندگانت در دستا به در تو بلند کرد، دستان ما را خالی برمگردان. توبه نصح نصیب ما بگردان. الهی به حال برادران ما به غزه و فلسطین رحم بکن. الهی به حال خواهران ما رحم بکن. الهی پروردگار تو کریم و مهربان هستی. الهی به در تو آمدیم. الهی روز قیامت ما را از سایه عرش خود به نصیب مگردان. الهی روز قیامت از کنار محبوب دلها محمد امین صلی الله علیه و سلم که در دنیا نتوانستیم چهره اش را ببینیم، یا الله در احد در کنارش نبودیم، در بدر در کنارش نبودیم، در طائف در کنارش نبودیم، در خندق در کنارش نبودیم، در تبوک در کنارش نبودیم. وقتی که دندان شهید شد در کنارش نبودیم، وقتی پا خون از پاشنه های پایش سرازیر شد در کنارش نبودیم. الهی امت بی وفا شدیم، امت بی وفا شدیم، امت بی وفا شدیم. یا الله قدر نبیت را ندارستیم، قدر پیامبرت را ندارستیم، قدر دینت را ندارستیم، یا الله قدر قرآنت را ندارستیم، یا الله قدر اصحاب پیامبر را ندارستیم، یا الله یا الله به ما رحم بکن، به ما توفیق بده. یا الله از گناه خسته شدیم، از گناه خسته شدیم،
ناگم شدیم یا الله، افسردگی پیدا کردیم، دلتنگی پیدا کردیم یا الله، از سجده ها لذت نمیبریم، از نماز لذت نمیبریم یا الله، از ذکر لذت نمیبریم یا الله، یا الله ما را عفو کن، یا الله ما را عفو کن، یا الله ما را عفو کن. الهی مریضان ما را شفای عاجل نصیب بگردان، الهی مریضان ما را شفای عاجل نصیب بگردان، اونایی که مریض دارن از شفاخانه غیب خدا اونها را شفا بده، اونایی که فقیرن از خزانه های غیب خدا اونها را بی نیاز بگردان. الهی ایمان جوان امروز در خطر است یا الله، ایمان جوان در خطر است، ایمان خواهر مسلمان در خطر است یا الله، خیلی جوانان از دست ما رفتن، خیلی دختران از دست ما رفتن، بی حیا و بی شرم شدن، با پیامبر توهین میکنن، به حجاب توهین میکنن، یا الله تو کریم هستی، بداد مسلمین برس، بداد جوانان ما برس، الهی فرزندان صالح نصیب ما بگردان، زنان ما را با حیا و با عفت بگردان، دختران ما را با حیا و با عفت بگردان. الهی پروردگارا در آخرین رمق زندگی که قرار است با از این دنیا بروی، یا الله نمیداریم که قبر چی می شود، سؤال نکیر و منکر چی می شود، یا الله آرزوی ما ای است که در آخرین رمق زندگی کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را به زبان ما جاری بگردان. الهی ما را شهید در راه خودت بگردان، شهید در راه خودت بگردان، شهید در راه خودت بگردان یا الله، یا الله شهید در راه خودت بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آله و اصحابه.